پایگاه‌های موشکی پیشرفته ایران مجدداً توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما رفقای پارتیزانی عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز قصد داریم تا گزارش جدید رویترز در خصوص پایگاه‌های موشکی ایران رو بررسی کنیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خبرگزاری رویترز تصاویر جدید ماهواره‌ای رو از پایگاه موشکی شهید مدرس و تأسیسات موشکی در منطقه خجای در اطراف استان تهران رو منتشر کرده که بر اساس اون توسعه سنگینی در این دو پایگاه در بحث‌های تولید موشک‌های سوخت جامد و تأسیسات آزمایشی جدید به وجود اومده. تصاویری که ماه مارس و آوریل توسط یک شرکت تجاری تصویربرداری ماهواره‌ای آمریکایی با نام پلانت لبز به ترتیب از پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشک خجای هر دو در نزدیکی تهران گرفته شدن. با افزایش بیش از 30 ساختمان جدید رو در این دو سایت به وضوح نشون دادن. در تصاویر منتشر شده میشه متوجه شد که سازه‌های جدید با خاکریزهایی احاطه شدن. چنین خاکریزهایی با تولید موشک مرتبط هستند و برای جلوگیری از انفجار در یک ساختمان و منفجر کردن مواد بسیار اشتعال‌زا در سازه‌های مجاور طراحی شدن. در این تصاویر میشه تأسیساتی از جمله تأسیسات آزمایشی تست عمودی و همچنین تأسیسات تست افقی رو هم مشاهده کرد. سکوهای تست عمودی عموماً برای تست موتورهای سوخت مایع استفاده میشن، چون جریان سوخت در موتورهای مایع اهمیت داره که از انتهای مخزن به درون تجهیزات موتور وارد میشه. سکوهای تست افقی هم عموماً برای تست موتورهای سوخت جامد استفاده میشن. به صورت کلی موتور و محفظه سوخت و ارتعاشات و دینامیک پرواز موتورهای سوخت مایع دنیایی از پیچیدگی هستش و توسعه موتورها و موشکها و ماهواره‌برهای سوخت مایع پیشرفت‌های چشمگیر و البته سخت‌تری هستش. پیشرفت این تأسیسات از چند جنبه داره اهمیته. اولا در بحث ارتقا در تیراژ تولید و به عبارت دیگه تعداد موشک‌های تولید شده و دوماً در بحث پیشرفت زیرساخت‌ها و تأسیسات آزمایشی مربوط به موشک‌ها و تسلیحات و همچنین تست‌های مربوط به موتور هستش. ساختمان‌های جدید ساخته شده دارای سیستم‌های حفاظتی مطلوبی هستند. گفتیم که بخشی از این تأسیسات با خاکریزهای بزرگی احاطه شدند، اما در بحث‌های حفاظتی میشه به ساخت آشیانه هایی با کیفیت برای جلوگیری از حمله با کوادکوپترها و پهپادهای انتحاری و تجهیزات پرس زن دشمن هم اشاره کرد. و میشه فواصل بین هر سازه و تأسیسات نگهداری و تست رو هم در تصاویر مشاهده کرد. این فواصل به دلایل مختلفی لحاظ میشن. این فاصله ها که بین محل نگهداری موشک ها و محل تست وجود دارن باعث میشه که در صورت بروز اشتباه و وقوع انفجار پیش بینی نشده آسیبی به تأسیسات نگهداری وارد نشه و خسارت ها بیش از این افزایش پیدا نکنن. طبق معمول هر پایگاه ما شاهد تأسیسات آزمایش موشک در همه سطوح اون و تمام کارکردها خواهیم بود. سکوهای تست عمودی و افقی، تست مواد منفجره و ساخت اون و همچنین مکان مونتاژ و سرهم بندی این قطعات در این پایگاه به چشم میخوره. البته لازمه بگیم که یک سکوی تست موتور جدید افقی در مراحل توسعه پایگاه ساخته شده که در تصاویر قبلی وجود نداشته. لازمه بگیم که این پایگاه همچنان در حال توسعه است و احتمال ساخت یک سکوی تست موتور عمودی جدید هم در اون بسیار بالاست. با توجه به با اهمیت بودن آزمایش‌های مربوط به پیشان موشک، تعداد سکوهای آزمایشی باید متناسب با سایر تأسیسات پایگاه ها باشن و امکاناتی از قبیل سیستم های آنالیز عملکرد موتور هم در اونها وجود داشته باشه. این سیستم ها شرایط موتور رو در حین تست گزارش می کنند و همچنین گزارش های دقیقی رو از عملکرد موتور، میزان مصرف سوخت در یک بازه زمانی مشخص و تشخیص عیب و نقص های اون ارائه و بررسی می کنند. این سیستم ها هم در سکوی تست افقی و هم در سکوی تست عمودی به احتمال بسیار بالا به چشم خواهند خورد. یکی از احتمالات بسیار مهمی که میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم احتمال وجود گسترش تأسیسات زیرزمینی در این پایگاه هستش. با توجه به سیاست های کلی نیروهای مسلح کشورمون
وجود چنین پایگاه‌هایی در زیر زمین دور از ذهن نیست. این ویژگی یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اغلب پایگاه‌های موشکی پیشرفته ما هستش. اگر بخوایم به بحث پدافند غیر عامل این پایگاه بپردازیم، باید اشاره کنیم که این پایگاه دارای ویژگی‌های مثبت زیادیه. جدای مکان‌های تست از مکان‌های نگهداری، استفاده از امکانات مناسب جهت ساخت اون باعث میشه که دشمن برای نفوذ به اون دست به استفاده از تسلیحات سنگین‌تر بزنه. اما خب قاعدتاً پدافند هوایی مستقر در مناطق اطراف به خوبی این پایگاه رو پوشش خواهد داد. امکانات پرتاب موشک پایگاه به درستی مشخص نیست، اما با توجه به ادامه دار بودن روند توسعه اون، امکان حضور امکانات پرتاب موشک هم در این مکان دور از ذهن نیست. زیرساخت های مربوط به نگهداری و تولید موشک های مختلف در ایران همونطور که ما و تمام جهان میدونیم به سرعت در حال گسترشه و پایگاه های مختلفی بر روی زمین و یا زیر زمین در حال توسعه است. و حالا هم که بحث داغ حضور موشک های بالستیک ایران و فروش اونها به روسیه در رسانه ها مطرحه، نگرانی های دولت های متخاصم خارجی هم افزایش پیدا کرده که مبادا ایران از این امکانات گسترده بر علیه اوکراین استفاده کنه و اونها رو بخواد در اختیار روسیه قرار بده. خب رفقا، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.